چون در برجستگی ها ردید تو ریاضی اولمپیاد جهانی میدن و پیلان رو ریاضی تشریف دارن، ولی خب علاقمند مالی این ماجرا اینه که ایشون علاقمند مالی هست و برکرم باعث افتخار امون قسمت شده هستیم و تا این مفهوم رو در صورت ساده در ماها بازش کنیم. در من سلام تشکر میکنم از این مفهومی که برمانی پرسنت رو ایجاب کردم و برادر از اون در واقع استقبال کردم که ارتباط بین دو دانشکده بیشتر بگیره. من در تکمیل صحبت دکتر میکرد بگم که ما 3 سال پس دانشکده ریاضی که روش ریاضیات و مالی رو ایجاد کردیم در حال حاضر تو مقطعه ارشد دکتر رو دانشجو میگیریم و به هر حال بهترین فرصت این همکاری بین دانشکده ما و دانشکده مدیریت و اقتصاد. امیدوارم حالا این همکاری در سطور دانشجویان و اساتید کامل شکل بگیره. این سخنرانی ها و برنامه های علمی مشترک بگیم و هم خیلی میتونه برای هر دو طرف مفید باشه. من در واقع میخوام کمی جسارت کنم، خواهم از دیگه خودم درستر کنم در دیده تخصص شما صحبت کنم، ولی خب چون خیلی هم جرأتشو ندارم اون قسمت هایی که در دیده تخصص شما هست رو سریع‌تر رد میشم وارد اون قسمت هایی که حالا به حال کار تحقیقاتی و ریسرچ خودمون بوده میشم، ولی چون لازم بود یه مقدمه ای هم گفته بشه من سعی کردم مقدمه عمومی که برای همه افراد قابل استفاده بشه هم در واقع اضافه بکنم. عنوان این سخنرانی هست حالا حقوق‌های مالی. من شروع میکنم از تاریخچه و تعریف و دسته‌بندی و ویژگی‌های حقوق‌های مالی تا در نهایت برسیم به اون مدلی که ما ارائه کردیم به عنوان یک مدل پردیکتیو برای تشخیص حقوق و تشخیص در واقع بحث دستپایه قیمت که تو صحبت خواهیم کرد. مثالی که از تاریخ بردم، مثالی بین‌المللی خیلی مثالی در کشور خودمون در دسترس نداشتیم. خب نداریم. خوبی وجود نداشتیم. چند هم خیلی اینترنت قطع بودیم. مثلا معروف بعضی بزرگترین حبابهای مالی که وجود داره یکی حباب معروف به تولیپ یا گل لاله در هلند است. اولین حبابیه که در طول تاریخ در بازار بورس شناسایی شده. کمپانی هند شرقی هلند اولین کمپانی بود که سهامش به طور عمومی ارزش داره در 1600 خورده و جدا از اینکه بسیار سودآور بوده این کمپانی، در واقع یک کمپانی وابسته به دولت هلند بوده که بیزینس ساعتش هم توی هند بوده در موقع مستعمره هلند، بسیار سودآور بوده در تاریخ بی‌نظیر بوده، سودی که بازدهی که در واقع سهام این شرکت داره آدم ها داشته. این شوک اولیه و این سودآوری باعث شده که یه هیجانی شکل بگیره و در مدت کوتاهی چند صد درصد در واقع بازده داشته باشه این سهام و این یه به اصطلاح حبابی ایجاد کرده. تا یه مدت این بازده بالا ادامه داشته، به تدریج یه دفعه کند شده تو همین تاریخ ها و یه دفعه شروع کرده مردم به فروختن به سهام ها، قیمت شدیدن افت کرده و سقوط کرده. در واقع اولین نمونه ثبت شده از حباب ها در تاریخ در بازار سهام. بعد از اون حالا مثال های از حباب های خیلی بزرگ همینجوری افزایش چند صد درصدی یا کاهش های خیلی شدید تو قیمت سهام ها رو داشتن. حباب میسیسیپی و فلوریدا هست توی آمریکا. مثال های متأخرتر که خیلی هم معروفه در واقع رکود بزرگ 1920 در آمریکا هستش که خب هم کل آمریکا و حتی فراتر از اون جهان رو در دست قرار داد و مثال های باز جدیدتر مثال حباب بازار مسکن در ژاپن هست که کل اقتصاد ژاپن رو در دست قرار داد. بعد رو بیار هنوز ژاپن از اون بحران در واقع بلند نشد و باز مثال جدیدتر حباب دات کامه که اوایل 2000 سهام شرکت های آیتی رو در دست قرار داد به دلیل در واقع ظهور اینترنت فراگیر شدنش یه هیجان ایجاد شد. شرکت های آیتی انتظار سود بالایی ازشون رفت، سهامشون قیمتش بالا رفت، یه حباب ایجاد شد ولی بعد کم کم در واقع قیمت افتاد. تا سال 2002 در واقع این سود خیلی شدیدی که حالا توی دیتاهایی که وجود داره نگاه بکنید می‌بینید شرکت دات کام چقدر قیمتشون کم شد. و آخرین نمونه بزرگیش هم که در واقع حباب مسکن توی آمریکاست که 2008
تقریبا همه جهان در دسته قرار بگیرم. یه در واقع تصمیبندی اولیه اگر بخواهم بکنیم از بقاب ها که در واقع ذهنمون رو روشن تر بکنیم راجب هر همه انواش هم صحبت خواهیم کرد. بعضی از بقاب ها مختص یک دارایی خاص هستن، یک سهام خاص. ممکنه یک شرکت کوچیک سهامش دچار بقاب بشه، قیمت بالا بره و از خودش شریک بکنه. اینا رو بهش میگیم حالا اصل اسپسیفیک بابز. ولی بعضی از حقوق‌ها در واقع کل سیستم مالی و اقتصادی رو تحت تاثیر قرار دادن. مثالی که زدم از این نوع بودن، حقوق مالی فرعی در واقع. البته حقوق مالی فرعی هم معمولا از یک حقوق توی یک دارایی خاص که باز معمولا یا املاک و زمین و این هاست یا یک سکتور خاص، مثلا تو مثال دات کام سکتور آی‌تی در واقع از اینها شروع میشه، ولی بعد گسترده میشه به سایر بازارها و دارایی‌ها هم سرایت میکنه. صحبت هایی میکنم شاید بعضیش به هر دو نوع حباب برگرده، بعضیش مختصه یکیشون باشه برای شده خواهم گرد. خب در واقع مراحل این حباب چیه؟ مراحلی که در واقع توی یک حباب مالی رو مشاهده میکنیم با اسپیکولیشن شروع میشه. حالا ما ترجمه میکنیم سخت بازی اسپیکولیشن. نمیدونم ترجمه مناسبی هست نه، ولی منظور از اسپیکولیشن خرید و فروش هیجانی اون دارایی به منظور کسب سود در کوتاه مدت بدون توجه به ارزش واقعی اون سهام، فقط برای کسب سود در کوتاه مدت از افزایش یا کاهش قیمت. همه اینا در واقع بابای مالی یک فاز یا دوره اسپیکولیشن رو ترجمه میکنن، یک هیجانی در بازار ایجاد میکنه. حقوق مالی که فراگیر میشن کل اقتصاد رو در واقع در بر میگیرن، یه فاز به اصطلاح کردیت اکسپنشن یا بگیم مثلا ترجمه مناسبش هم ما باید بگیم من مثلا بزنم مثل انبساط اعتباری رو تجربه میکنن. تو این دوره همه احساس میکنن که خیلی وضع خوبه و راحت پول هم قرض میدن، بانک ها خیلی راحت به افراد وام میدن، افراد خوشحال هستن که وام با درصد بالا بگیرن به خاطر اینکه به دلیل اون سخت بازی امید سود از بیزنس خودش در آینده دارن. برای همین کردیت به اصطلاح تو جامعه زیاد میشه. تو این دوره در واقع اسپندینگ هم خیلی افزایش پیدا میکنه. مردم راحت پول خرج میکنن چون همه امیدوارن نسبت به آینده. همه فکر میکنن بعدشون خوبه در آینده. و بعد به تدریج با ممکنون تعدادی یا یک اتفاق خاص اون در واقع هیجان اولیه خروجش کنه. اون اتفاق خاص میتونه این باشه که رشد اقتصاد یه ذره کم بشه یا این بازده افزایش سابقه دیگه نداشته باشه، یه آدم معروفی سهامش رو بفروشه، یه شرکت معروفی سهامش رو بفروشه. یه اسم این اتفاقاتی در واقع تریگر میکنه اون فاز بعدی رو که فاز در واقع بحران هست. یه آشفتگی تو بازار وجود میاد، تقریبا که افرادی که به بدهی‌های کوتاه مدت دارن دیگه باید بفروشن دارایی‌شون رو، مجبور میشن دارایی رو بفروشن. اینا که میفروشن قیمت یه ذره پایین میاد، بقیه کسایی که دارایی دارن میترسن که در آینده بیشتر پایین بیاد، اونا هم هجوم میبرن که سهامو بفروشن، باعث خیلی شدید در واقع قیمت افت کنه. حالا اونایی که اون دارایی رو دارن، مثلا اونایی که زمین خونه داشتن، با این افت قیمت ممکن اصلا در مرز ورشکستگی قرار بگیرن به خاطر همین افت قیمت. مثلا وام های رهنی، مورگیج ها، اینا خیلی هاشون دیگه دیفالت میکنن، یعنی طرف اصلا نمیسر به دیگه بده اون به اصطلاح وامشو، به اصطلاح اون خونه ای که در رهن بوده رو بانک برمیداره و قیمت خونه میفته. این طور خاص در مورد بحران 2008 آمریکا اتفاقی بود که تریگر کرد در اون بحران رو، قیمت خونه میفته، اونه که خونه دارن ورشکست میشن و این خلاصه ادامه پیدا میکنه دیگه تا دیگه به سقوط کلی اون دارایی‌هایی که پریمیوم بودن منجر میشه. اینا مراحل کلیه که تو بیشتر این حباب‌ها در واقع مشاهده میشه. حالا اینجا من در واقع همین توضیحات دادم، اینجا مثال هایی که میتونه اون فاز اول باشه. فاز مانیا هم میگن، یه جور هیجان و خلاصه بی‌عقلی در واقع.
که مردم هیجان زده میشن و امیدوار میشن و خوشبین میشن خیلی به سهام بازار. چیزی که میتونه تریگر کنه این اتفاقا من لیست کردم باید تو در واقع نمونه‌های تاریخی وجود داشته، مثلا یه جنگی تموم میشه همه خوشبین میشن نسبت به آینده، یا مثلا یه سالی برداشت خوبه یا برداشت بده، یه بازار جدیدی کشف میشه، مثلا یه معدنی کشف میشه، منابع جدیدی کشف میشه، ابداعات جدید، نوآوری‌های جدید، مثلا مثال حباب دات کام، یا مثلا سیستم مالی کشور رگولیشن‌ها کمتر میشه، خصوصی سازی میشه، همچین اتفاقاتی یه دفعه یک تصور و خوشبینی ممکنه توی بخش رسی از جامعه ایجاد بکنه که این تریگر کنه اون اسپیکولیشن، اما امیدوارم چند سال به آینده و سود بازده لرواداری ها شروع میکنن بخواهید. یا مثلا این تریگر توی با یک ایده های جدیدی قراره ارزی عمومی کنه سهامش رو، این خیلی در مورد شرکت های کوچیک تو بازار سهام خودمون رخ میده که دفعه با حباب های عجیب و غریب میشه. تو اون دوره کردیت اکسپنشن هم حالا اینا ویژگی هایی هست که من اشاره کردم که در دوره کردیت اکسپنشن رخ میده و این هم اون دوره بحران هست که با کاهش رشد شروع میشه، افراد داراییاشون رو میفروشن، قیمت ها کم میشه، بانک های رهنی در واقع دیفالت میکنه، افراد ورشکست میشن و بانک ها دیگه راحت پول وام نمیدن به افراد چون کمی نگرانن که در واقع نتونه باز پرداخت بکنه. یه مقدار حالا درباره حبابهایی که بیشتر صحبت که در ادامه میخوام بکنم بیشتر ناظر به حبابهای دارایی های خاص هست از اسپسیفیک بابل ها، حبابهایی که مثلا تو بازار سهام ما مشاهده میشه خصوصا در مورد شرکت های کوچک، شرکت هایی که سرمایه گذارشون خیلی زیاد نیست، این حتی بیشتر در معرض این حباب ها هستن. سوال اینه که اصلا حباب رو چطور تعریف بکنیم که میگیم مثلا سهام فلان شرکت حباب داره، یعنی چی سهام شرکت حباب داره؟ یه تعریفی که ارائه میکنن این هست که هر وقت قیمت بازار اون سهام بیشتر بشه از ارزش ذاتی یا ارزش بنیادی اون سهام ما میگیم حباب داره. البته حباب منفی هم تعریف میشه وقتی که قیمت بازار کمتر باشه، ولی معمولا وقتی گفته میشه حباب منظور حباب مثبت. خب مارکت پرایس میفهمیم یعنی چی، ولی فاندامنتال ولیو یعنی چی؟ فاندامنتال ولیو یک مفهوم ذهنی و انتزاعیه، البته در دنیای واقعی وجود نداره همچین چیزی، ولی تصور ما اینه که ارزش واقعی اون سهام. حالا سوال اینه که ارزش واقعی یک سهام چیه؟ سهام مثلا چه میدونم شرکت ایران خودرو ارزش واقعیش به چیه اصلا؟ میان تعریف میکنم توی در واقع فایننس میگن فاندامنتال ولیو یک اسید اون سودی نیست که قرار شما از خرید و فروش این به دست بیارید، اون سودیه که شما از داشتن این به دست بیارید، یعنی ارزش واقعی که داشتن این دارایی برای شما داره. مثلا اگر یه ماشین داری ارزش ذاتی این نیست که ماشین گرو بشه بفروشی سود بکنی، اینه که داری از این ماشین استفاده میکنی برای رفت و آمد برای زندگی روزمره. در مورد دارایی مالی در واقع کپیتال اسید این تعریف یکم شسته‌روزه تره. در واقع شما وقتی دارایی مالی داری، یه سهام داری، یه نمیدونم هرچی اوراق مشارکت داری، ارزش واقعی این دارایی اون سود مورد انتظاریه که در آینده شما کسب خواهید کرد، یعنی expected future cash flow میگن، یعنی اون پولی که خلاصه در آینده از این نصیب شما میشه، البته چون uncertain expected value شما در نظر میگیرید. این تعریف اینه هست که توی مدل‌های در واقع ریاضی برای فاندامنتال ولیو ارائه میدن، یعنی فاندامنتال ولیو ارزش بنیادی یک سهام رو ما به شکل اکسپیکتد ولیو اون سود آینده این سهام میکنیم. حالا سود این سهام در چیه؟ مثلا داشتن این سهام سودی داره؟ خب افزایش قیمتش جزء فاندامنتال ولیو نیست، داشتن سهام چه سودی برای شما میده؟ یکیش دیویدندش هست، سود تقسیمی که سهام در واقع میده. سهام ها و سهام شرکت ها همه هر سال هر 6 ماه و هر طبقه قاعده مشخصی در واقع دیویدند پرداخت میکنن دیگه. اصلا سود واقعی که از داشتن سهام نصیب آدم میشه اون دیویدند است در واقع. در غیر اون صورت این فقط یک ورقه بی‌ارزشه به دست ماست.
بنابراین به نوعی میشه گفت در واقع فاندامنتال ولیو یک سهام اکسپیکتد ولیو دیویدند هایی که در آینده شما خواهید گرفت. حالا اینکه دیویدند، حالا اینجا در واقع میفهمیم که ارزش ذاتی اون سهام به این بستگی داره که با من چقدر شرکت تو بیزنسش موفقه، چون هر چه سود بیشتری داشته باشه دیویدند بیشتری هم به سهامدارا تعلق میگیره. پس برای فهمیدن ارزش واقعی سهام به اصطلاح باید در واقع از فاندامنتال آنالیسیس تحلیل بنیادی اون سهام استفاده کنیم، یعنی واقعا بریم صورت‌های مالی شرکت رو مطالعه کنیم، ترازنامه‌اش رو ببینیم، ساختار سرمایه‌اش رو ببینیم، در واقع صورت سود و زیانش رو ببینیم، توی مثلا مدت تأخیر به چه صورت بوده، هیئت مدیره‌اش کیه، پروژه‌هاش چیه، همه اینها رو ببینیم، با اون بیزنس هم آشنا باشیم تا بتونیم تحلیل کنیم که واقعا ارزش سهام چیه. این کار رو میگن فاندامنتال آنالیسیس، تحلیل بنیادی. در مقابل نوع دیگه‌ای از تحلیل که بهش میگن تحلیل تکنیکال، توی تحلیل تکنیکال ما کاری به ارزش بنیادی شرکت نداریم. نمودار قیمت سهام رو در طول زمان نگاه می‌کنیم، سعی می‌کنیم فقط از روی تحلیل نمودار پیش بینی کنیم قیمت آینده سهام چیه. اینا دو نگاه کاملا متضاد در واقع ارزش یک سهام هستن. حالا وارد بحث جدید می‌شیم. همه انواع در واقع حباب ناشی از هیجانات بازار نیستن، یه سرشون هم ساختگی هم که خصوصا در مورد شرکت های با در واقع سرمایه کم این زیاد رو خود بازار سامان خودمون هم این رو میدونیم. به این نوع فعالیت میگن مارکت منیپولیشن یا دستکاری بازار، دستکاری قیمت. یعنی شما میایین هم فعالیت بازار انجام بدید، خرید فروش سفارش هرچی که منجر بشه که به این بشه که قیمت بازار اون سهام چیزی غیر از ارزش واقعیش باشه و مردم حالا یا هجوم بیارن بخرن یا هجوم بیارن بفروشن و شما از این در واقع اقدام مردم در واقع سود کنید. به این کار میگن مارکت منیپولیشن. پروژه‌ای که حالا ما تعریف کردیم با آقای دکتر نقشینه از همکارامون و آقای دکتر زاره از دانشجویان دکترای دانشکده که حضورم دارم در جمع، این بود که بیایم آشکارسازی بکنیم دستکاری قیمت رو در بازار، با مشاهده قیمت‌ها بتونیم تشخیص بدیم که آیا داره فعالیت دستکاری قیمت در بازار رخ میده یا نه، که حالا یه مدل ریاضی برای ارائه کردیم که در ادامه راجع به صحبت خواهم کرد. ولی باز یه مقدمه کلا درباره بحث دستکاری بازار داشته باشیم. این یه در واقع نقل قول جالبی نشون میده از همون 1688 در سهام آمستردام دستکاری بازار بوده، تقریبا هم تکنیکاش همونایی که امروز بوده، اصطلاحی که اینجا هست فریب، پنهان کردن اطلاعات، ایجاد هیجان و اینجور در واقع تبانی، اینجور تکنیک هایی که حالا در ادامه تو تقسیم بندی مارکت منیپولیشن هم خواهم بود. تعریف مارکت منیپولیشن در شرح مختلف بازار بورس مختلف متفاوت تا حدودی، هیچ کدوم هم خیلی دقیق مشخص نمی‌کنند چه نوع فعالیتی دستکاری بازار هست چه نوع فعالیتی نیست. به هر حال دستکاری بازار همه جا غیرقانونیه، ولی مرزش خیلی شفاف نیست. تا حدودی هم دلیلش اینه که نمیتونه شفاف باشه، چون اگر شما مرز دقیقاً شفافی بذارید راحت تر میشه دورش زد. در نتیجه معمولا مرز غیر شفافه و کیس به کیس میره در دادگاه بررسی میشه این مارکت منیپولیشن محسوب میشه. ولی خب خیلی پرنده‌های مارکت منیپولیشن زیاده. حالا ولی بعضی از تعریف‌ها رو اینجا من تعریفی که به نظر اومد از همه تعریف سر بود، تعریفی که تو اتحادیه اروپا هست برای مارکت منیپولیشن، در واقع اگه ما هم بخونیم میگه هم هر نوع تراکنش یا سفارش معامله ای که منجر به چی بشه، سیگنال های غلط یا گمراه کننده ای در مورد میزان عرضه و تقاضای اون دارایی توی بازار بشه یا قیمت یک ابزار مالی بشه. در واقع این که حالا این جمله آخرش هم فکر کنم مهم باشه، یا در واقع قیمت یک ابزار مالی رو توی یک قیمت غیر طبیعی یا مصنوعی، به سطح قیمت غیر طبیعی یا مصنوعی نگه داره یا به اون سطح قیمتی ببره.
این تعریف هست که مارکت منیپولیشن در واقع توی اتحادی اروپا کشوری هم تعریف ها تقریبا مشابهی دارن. ما شدید که دوتا نکته اصلی، دوتا فاکتور اصلی که تعیین میکنه یه فعالیت مارکت منیپولیشن هست یا نه اینه که نیت خلاصه وجود داشته باشه، نیت به در واقع تاثیرگذاری به نفع خودت وجود داشته باشه، و یه آرتیفیشیالیتی یعنی یه قیمت غیر واقعی، یه چیز غیر واقعی، یه تصور غیر واقعی در مردم ایجاد کنه، در صورت تقاضای قیمت غیر واقعی ایجاد کنه. این دو تا فاکتوریه که تو هر کیس چک میشه که تو این فعالیت خاص این در واقع دستگاه قیمت وجود داشته یا نه. سوال اینه اصلا مارکت منیجمنت چرا بده و چرا غیر قانونی انجام میشه؟ کمی هم در نگاه اول قوانین مارکت منیپولیشن عجیبه، چون بستگی به نیت فرد داره. ما معمولا قوانینمون اینجوری نیست که اگه نیتت این بود کارت بعد نیت این بود کارتش کاری نداره. ولی واقعا مارکت منیپولیشن، فعالیت مارکت منیپولیشن شما اگر نیت طرف بذارید کنار کاملا قانونیه. طرف یه سهام خریده، یه سهام فروخته، کار غیر قانونی نکرده. فقط نیتش این بوده که مثلا یک هیجان تو بازار ایجاد بکنه. این یک در واقع اتفاق عجیبی در مورد قوانین مارکت منیپولیشن. خیلی قوانی کم اینجوری هست و از ما نیت در رو کشف کنی ببینید چیه به من بحث همینه الان بعضا یه شخصی پول زیادی داره واقعا هم میخواد سهم رو بخره، نیت بدی رو نداره، وقتی میخره اون هیجانه واقعا ایجاد میشه. آره آره، این باید قاضی بگیم. ولی صرفا اینکه شما خرید بکنید که قیمت تغییر بده مارکت منیپولیشن محسوب نمیشه. ولی اگر شما میخواید یا مریو سهم بخری، یا یه اقدامات قبلش انجام بدی قیمت رو بیاری پایین بعد این مریو سهم بخری، این مارکت منیپولیشن میتونه محسوب بشه دیگه. ولی حالا اینکه اصلا چرا بعد مارکت منیپولیشن ما از این همچین قانونای عجیبی بذاریم اینه که خب وقتی وجود مارکت منیپولیشن اعتماد به بازار رو از بین میبره. اگه شما برید تو بازار سهام ببینید هر روز یه سری ها پشت پرده دارن یه فعالیتایی میکنن، قیمت منم خودشون بالا پایین میبرن، خب دیگه شما اعتماد نمیکنی، وارد اون بازار نمیشی. دلیل وجود قوانین در واقع مارکت منیپولیشن همینه که در واقع این عدم اعتماد توی بازار مالی به وجود نیاد. اینجا حالا یه دسته‌بندی از انواع متداول مارکت منیپولیشن کردم، اینا شاید به دردتون بخوره که تکنیک‌های مختلف مارکت منیپولیشن رو در واقع یاد بگیرید. حالا یکم ریزه من همه سوالی دارم. آره مشکل نه. یه دسته‌بندی اولیه در واقع چهار نوع اصلی که هر این دونه دونه من رو توضیح بدم. نوع اول از در واقع تکنیک های دستکاری بازار به اسم رانز، حالا مثلا من به نمرز رو رسیم تکنیک های مبتنی بر مثلا بگیم هجوم مردم برای خرید و خرید یا فروش، که این تکنیک هایی هستن که هیجان در بازار ایجاد میکنن که مردم برن یا بخرن یا بفروشن و شما از این خرید و فروش مردم به اون قیمت غیر واقعی سود بکنید. بعد حالا این خودش سه شاخه میشه: ترید بیس، مبتنی بر معامله، یعنی شما با معامله یک کاری بکنید که این هیجان ایجاد بشه. اینفو بیس، مبتنی بر اطلاعات، یعنی شما با نشر اطلاعات شایعات، اطلاعات غلط، اون هیجان رو ایجاد بکنید. اکشن بیس، با یک کار واقعی این کار انجام بدید. حالا دونه دونه توضیح میدم. متداول‌ترینش هم ترید بیسته. ترید بیس شما با انجام یه سری معاملاتی قراره تصورات غلط تو ذهن مردم ایجاد بکنید. مثلا اون پینتینگ دیتیل اصطلاحیه که برای این به کار میره که شما وقتی وارد بازار سهام میشین، الان تو بازار سهام خودمون هم که برید تو سایت بورس، سه تا بهترین قیمت خرید و سه تا بهترین قیمت فروش رو اونجا نشون میده و شما با دنبال کردن اون معامله‌هایی که داره انجام میشه رو پینتینگ دتیل یعنی اینکه شما معامله های انجام بدید که مردمی که اون تابلوی بورس رو میبینن تصور کنن که مثلا چقدر خرید زیاد شده، مثلا یا چقدر دور مردم دارن میفروشن، عرضه زیاد شده. بنابراین پینتینگ دتیل به طور خلاصه انجام معاملاتیه که اطلاع رسانی عمومی میشه و مردم میبینن اون رو و این یک در واقع تصور غلطی که مردم اون سه تا دسته بعدی باش ترید و مچ اوردرز و پول همشون ایدهش اینه که شما یا یه نفره یا با یه گروه برید بازار بورس بین خودتون معامله بکنید. شما بین خودتون معامله میکنید پس سود و زیان نمیکنید، فقط این معاملات شما بین خودتون اون تصور غلط مردم رو ایجاد کنید.
میتونه این باشه که قیمت داره زیاد میشه یا داره کم میشه، اتفاقی که به نفع شما است و وقت بعدش بیفته. حالا مثلا یکیش اینه که با خودت معامله کنی، یکی اینه که با یه نفر دیگه معامله کنی، یکی اینه که یه گروهی باشیم که بین هم دیگه معامله کنیم. اون نوع مومنتوم ایگنیشن هم تکنیکاییه که از این نوعی که مومنتوم توی بازار مالی چیز مهمیه، خیلی از استراتژی های در واقع معامله مهم مومنتوم یا تکانه هست. تکانه یعنی این که یه تکانه اولیه تو بازار ایجاد قیمت مثلا دو سه روز پشت سر هم بره بالا دیگه میره بالا. بنابراین تکنیک های مومنتوم ایگنیشن مبتنی بر اینه که شما تا یه مدتی این معامله ها تو پشت سر هم انجام بدی که مردم احساس کنن این مومنتوم ایجاد شده، پشت سر هم مثلا قیمت رو ببری بالا با اجزاد معامله. اگه این در واقع جرقه بخوره و روشن شه مومنتوم، دیگه مردم خودشون میبرن قیمت رو بالا. چرا؟ چون وقتی شما میبینی که قیمت داره میره بالا، اگه در واقع هجوم میبری بخری، وقتی هجوم میبری بخری تقاضا برای زیاد میشه، خودش قیمت رو میکشه بالا. برای من بدون اینکه اتفاق واقعی در اون شرکت در مورد اون دارایی افتاده باشه، شما تونستید قیمت رو ببرید بالا. این از تکنیکای در اول مومنتوم اون در تکنیکای مبتنی بر اطلاعات هم یا شایعه ایجاد میکنید، شایعه مثبت در مورد سهام شرکت که بتونی بعدش سهامات رو بفروشی، یا شایعه های منفی قیمت رو بیاد پایین بخری بعدا در واقع معلوم بدون شایعه هست قیمت دوباره بره بالا. یا شایعه ممکنه نباشه، اطلاعات غلط اصلا رسما منتشر بکنی و اینا در واقع تکنیکای مبتنی بر اطلاعات. تکنیکای اکشن بیس البته زیاد رخ نمیده، ولی از این نوعی که مثلا شما خودت یه کارخونه داری، کارخونه رو ببندی مثلا به این امید که این تصور غلط در بازار ایجاد بشه که وضع شما خراب مثلا، یعنی خودت یه کار واقعی انجام بدی که تصور غلطی تو مردم ایجاد بشه مثلا، که بعد این سهام قیمتش بیاد پایین مثلا بزنی. اصلا خیلی کمیاب برای شکستینگ هم جز این نوعی شاید بله اعلام ورشکستگی هم فکر میکنم میتونه از این نوع محسوب بشه. بله اعلام ورشکستگی هم اکشن بیست. خب این پس دسته اول. تو دسته اول پس ویژگیش اینه که شما از معامله مردم بر اساس یک تصور غلط صورت میکنید. نوع دوم حالا اسمش هست کانترکت بیست یا بنچمارک منیپولیشنز. اینا از چه نوعی هستن؟ اینا هم توضیح دادنش سخت‌تره. اینجا شما از خرید و فروش مردم سود نمی‌کنی، از تغییر یک بنچمارک یا یک قیمت به نحو غیر مستقیم سود می‌کنی. مثلا چی؟ مثلا شما بدون اختیار معامله روی سهام داری، وقتی شما اختیار معامله داری سودت وابسته به قیمت اون سهام است، ولی از خرید و فروش اون سهام سود نمی‌کنی، از بالا رفتن قیمت اون سهام سود می‌کنی، چه مردم بخرن چه نخرن. فقط همین که قیمت سهام بره بالا، شما چون یه معامله داری که معامله دریویتیو به اصطلاح یه معامله مشترک است، ارزشش وابسته به قیمت سهام، از بالا رفتن اون قیمت سهام سود می‌کنی. نه هر کاری بکنی که قیمت بره بالا حتی اگه مردم هم نخرن اون قیمت بالا رو نفروشن، بخاطر داشتن اون کانترکتی که ارزشش وابسته به این سهام هست سود میکنه. یا مثلا نوع دیگه ایش که اون تکنیک اول مارکینگ دی کلوز، خیلی از در واقع اوراق بهادار ممکنه ارزششون بر اساس قیمت کلوز یه سهام باشه، یا اصلا خیلی از الگوریتم‌های معاملاتی که مردم استفاده میکنن از چه قیمتی استفاده میکنن؟ از قیمت آخر روز استفاده میکنن، قیمت خایمی اون سهام استفاده میکنن. در از اگر شما فقط به آخر روز یه معاملاتی انجام بدی که همون مثلا در دقیقه آخر قیمت پایانی بره بالا، قیمت پایانی بیاد پایین، اگر شده در طول روز اونطور نبوده، شما میتونید رو الگوریتم معاملاتی دیگران تأثیری بذاری که این بطور غیر مستقیم به نفع شما باشه. این مارکینگ دی کلوز و اوپن اینطوره. یا مثلا قیمت شروع روز رو بیاید تغییر بده، چون قیمت اول روز سهام معمولا با یک اکشن تعیین میشه، فقط کافیه اون اول اون یک ساعت اول یک کاری بکنه قیمت بره بالا، اون وقت همه فرمولای ملت که بر اساس اوپنینگ در واقع پرایس هست اون رو میگیره قیمت شروع روز، و بعد ممکنه این قیمت غیر واقعی به نفع شما باشه. اینا در واقع تکنیک‌های غیر مستقیمه.
یا اون در اون بنچمارک منیپولیشن از این نوعه. خیلی وقتا یه سری شاخص‌های کلان هست که قیمت یه سری از اوراق بهادار وابسته به اینا. مثلا میگم نرخ سود تو کشورهایی که مثلا دستوری نیست، مثلا فرض کن نرخ سود بانکی توی انگلیس با لایبور در واقع لندن اینترنشنال آپر ریت مشخص میشه. تو خودمون تعیین نرخ لایبور یه سازوکاری داره، یه سری از پیشنهادات ثابت میکنن، حالا من دقیق نمیدونم، بعد بس پیشنهادات ثابت شده اون نرخ در میاد. اگه شما بیا بری تو اون سازوکار تعیین اون نرخات به تعیین اون نرخ سود دستکاری بکنی که نرخ سود رو بالا ببری یا پایین ببری، ممکنه یه جا توی قرارداد دیگه ای که سودش وابسته به نرخ سود بانکیه بتونی به نفع خود سود بکنی. این در واقع تکنیک یه دیگه خیلی متداول دیگه که این بازار ما هم زیاد هست، اسپوفینگ یا اون دسته سوم. اسپوفینگ یعنی تکنیک‌های مبتنی بر سفارش. یعنی شما اصلا نمی‌خوای معامله بکنی، می‌خوای یه سفارش خرید بزرگ بذاری که مردم فکر کنن ارچقدر خریدار مثلا تقاضا براش زیاد شده و قیمتش بره بالا. بعد تا اون سفارشت میاد اجازه کنسلش می‌کنی. این کار رو تو بازار ما زیاد می‌کنن. خیلی وقت اگر داری معمولا هم برای اینکه ریسک نداشته باشه دقیقاً رو همون قیمت خرید نمیذارن، یکم عقب‌تر میذارن که تا قیمت داشت میومد پایین کنسلش کنن. اینا تکنیکای اسپوفینگه. چون شما وقتی میرید تو مثلا سایت بورس نگاه میکنی سفارش‌های خرید و فروش موجود رو میبینی، مثلا یه سفارش چه میدونم مثلا 100 هزار تایی هست برای خرید، میگی که خب از تقاضا برای این زیاده پس با قیمت کم نمیده قیمت میره بالا. این تکنیکای اسپوفینگ سیگنال تایم و سفارشه که تصورات غلط شما رو ایجاد می‌کنه. در حالی که تا می‌خواد اگه اون معامله اجرا بشه خب ضرر می‌کنه، چون شما یه سفارش خرید به قیمت بالا گذاشتی، ولی خب تا می‌خواد اجرا بشه شما کنسلش می‌کنه. اینا هم مارکت منیپولیشن هست. اما شما می‌تونید ببینید تو همون تعهد اون آره، یعنی تو اوردر محقق نمی‌کنه کنسلش می‌کنه در خودش داره. یه صف خریدار می‌کنه می‌کنه. هم صف خرید هم صف فروش هر دو میشه. بله. هر کدوم به یه طرف در حال قیمت رو سوق و که حالا مثلا این هم باز انواع مختلف داره. اون نوع اول لیرینگ وقتی که شما عقبتر از بهترین قیمت خرید یا بهترین قیمت فروش سفارش بذاری که ریسکش کمتر باشه که این موقع اجرا نشه. ولی اگه من باید تجربی تر بخوای عمل کنی اون ادوانسینگ به ویدو آفر اینه که یه ذره جلوتر از بهترین قیمت فروش یا بهترین قیمت خرید سفارش بذاری که بهترین قیمت فروش خرید رو تغییر بده، بعد سریعا کنسلش کنی که کسی در واقع معامله نکنه. همه اینجا به حال ریسک داره. اون نوع سوم کد استافینگ در واقع یه جور اتک به زیرساخت بازاره. این که مثلا الان خصوصا تو بازاره که آنلاین همه شما با یک سرور قوی بیایی پشت سر هم در میلی ثانیه سفارش اوردرهایی بفرستی که قرار نیست اجرا بشه، قیمتش پرزه، ولی سرور رو مثلا مشغول کنی، کند کنی، یه اتفاقی خلاصه بیفته که به نفع شما بشه. این در واقع این هم تکنیکیه که گاهی استفاده میشه. اون نوع چهارم هم تو همه بازارها کاربرد نداره، مثلا تو بازار ما کاربرد نداره. بعضی از بازارها یه نوع سفارش به تو سفارش پنهان دارن. شما میتونی وقتی سفارش بذاری سفارش علنی بذاری، سفارش پنهان بذاری، هیدن اوردر بذاری. ما داریم الان هستش، یعنی از طرف کارگزاری ها میشه سفارش رو این درصدی از سفارش رو آنلاین آشکار کنم در جایش میدنم من نمیستم ما هم داریم همه کارگزاری ها نمکان رو میدن سفارش های هیدن چون لیکویدیتی برای کارگزاری ایجاد نمی کنه به نفع کارگزاری نیست، بنابراین معمولا ترانزکشن فی بیشتری براش میگیره از شما، چون کارگزاری دوست داره که مارکت میکر دوست داره بازار پر رونق باشه. وقتی همه هیدن گذاشته باشن شما میرید بازار میبینید برنده بر نمیزن، در همین ترانزکشن فی بیشتری از شما میگیره. ولی ممکنه شما اگه میخوای معامله بزرگ بکنید دوست نداشته باشید مردم بدونن میخوای معامله رو بکنید، چون سفارش شما رو خود قیمت تأثیری به ضرر شما میذاره. اگه سفارش خرید بذاری قیمت میره بالا، برای همین خیلی وقتا سفارش بزرگ و هیدن ممکنه افراد بزنن. و این تکنیک چهارم اینجوریه که شما با گذاشتن سفارش کوچیک تو قیمتهایی که سفارش معنی وجود نداره بیایی تشخیص بدیم اونجا کسی سفارش هیدن گذاشته یا نه.
حسابش چی توی قنات بذاری اگر که اجرا شد میفهمی که اونجا دیده قایم شده بوده. کشف سفارش های ایدن در آنلاین دیتینگ که البته واقعا این کمی مناقشه برانگیزه که این اصلا چرا باید مارکت منیپولیشن باشه. این دیگه خیلی کیس مرزیه واقعا. شاید خیلی حتی اینجور غیر اخلاقی هم به نظر نیاد. شما باید کشف کنید کجا سفارش ایدن هست چه اشکالی داره. ولی خیلی از جهات اینم مارکت منیپولیشن محسوب میشه. این کار مارکت منیپولیشن محسوب میشه. اون دسته چهار رو هم یا تکنیکای مارکت پاور، قدرت بازار، اینا یه نوع خاصی از تکنیکا هم که انجامشون سخته. چون لازمش اینه که شما بتونی توی یک سهام خاص مارکت پاور رو دست بیاری. یعنی چی؟ یعنی مثلا 90% یه سهام مال شما باشه. ولی اگر این اتفاق بیفته، خیلی راه برای سوء استفاده بازه. مثلا اگر شما فرضون همه یه سهامی رو خرید، همه سهام دست شما. ولی بنده خدایی مثلا اختیار معامله فروش رو اون سهام داشته، طرف مقابلش میاد به اجرا میذاره این اختیار رو، حالا این باید بهش بفروشه، ولی همه سهام دست شماست، شما انحصار اون سهام رو دارید. خیلی حالت اکستریمی در نتیجه، چون انحصار داری به هر قیمت دلت بخواد میتونی به اون بفروش، و اونم چون معامله فروش داشته مجبوره ازت بخره چون به طرف مقابلش تعهد داره. اینا موارد خاصی که یا باید مثلا اختیار معامله تو بازار باشه یا فروش استقراضی تو بازار باشه، این بازاره که اینا رو داشته باشن اگه کسی بتونه تو طلب باشه. نه فروش فروش تو ایران مال فروش تو ایران الان داریم به تعداد کمی سن، ولی فروش استقراضی نداریم، ولی معامله خرید داریم، مال فروش نمیدونم اسمش چنده. فقط مثلا تو آزمایشی برداشت خیلی کم بود اون موقعی هم بود، حالا من خیلی کم هستم. به بازارهایی که فروش استقراضی کرده ما نداره باشه همین کار میشه کرد. اگه سی فروش استقراضی کرده باشه برگزاری هم خود خواهد میتونه مطالبه کنه به یه قرض رو بده، و اگر همه سهام رو یه نفر داشته باشه این حسابش از اون باشه این حق قیمتی اون بگیر مجبوره. این مورد منیپولیشنی کسی که سهم رو داره و مالکش دوست داره یه قیمتی که بهش میخواد بده و مارکت رو هم میتونه تغییر بده، این هر دو کاری جزو مرزیاس دیگه. والا باید واقعا بازی بگیم، ولی این هم تقریبا همه جا مارکت منیپولیشن محسوب میشه. تو قوانین اینا مارکت منیپولیشن محسوب میشه. همه اینا اینجوری بوده که اول مردم متوجهش نبودن، یه نفر اومده یه پول خوبی زده به جیب و بعد گفتن که نمیشه، بعد این هم غیر قانونی هست. همه اینا یک تاریخچه ای دارن، همه یک کیس هم از این زمانی به بعد در واقع اقرار میشه. خب این یه تراوردی در واقع تکنیکای دستکاری بازار بود. حالا مدلی که ما خودمون ارائه کردیم برای بازار رو ارائه میکنم. مدل ما این مدل ایجنت بیست هست. مدل ایجنت بیست یعنی تشکیل شده از سری بازیگر، این بازیگر ها هر کدوم مستقل از دیگران طبق قاعده مشخصی دارن عمل می‌کنن. و مدل ایجنت بیس می‌تونن می‌ذارن. بعد مدل ما این مدل لیمیت اوردر بوکه. همه بازارهای سهام تقریباً الان لیمیت اوردر بوکن، یعنی به صورت ثبت سفارش محدود. ثبت سفارش محدود یعنی همین که شما برید تو بازار یه سفارش خرید روی قیمت بذارید. برید تو صف. این مکانیزمو میگن لیمیت اوردر بوک. سفارش خرید سفارش لیمیت اوردر رفته میگن یعنی شما میگی من به این قیمت بازارم بخرم. مارکت اوردر یعنی بری تو بازار به تن قیمتی که وجود داره بخرید بیاری. این نوع دوم یعنی معامله‌ای که در لحظه انجام میشه و در واقع شما ازش میاد. پس توی مدل ما در واقع هم لیمیت اوردر میتونه وجود داشته باشه هم مارکت اوردر. ما فرض کردیم افراد وارد بازار میشن مستقل از هم دیگه. نرخ ورودها به شکل فرآیند بواسون هست، چه خریدارها چه فروشنده‌ها به فرآیند تصادفی بواسون با نرخ‌های آلفا لاندا و یک منهای آلفا لاندا. بنابراین همه بازیگران با نرخ لاندا دارن میان، آلفا درصدشون فروشنده هم یک منهای آلفا درصدشون در واقع خریدار. این مدلی از که ما دادیم و فرض می‌کنیم هر کی میاد تو بازار لیمیت اوردر می‌ذاره، فعلا مارکت اوردر رو گذاشته کنار، هر کی میاد تو بازار قیمت می‌ذاره، اگه اون قیمت بهتر از بهتر قیمت میخورد و بهتر قیمت خرید معامله میکنه میره بیرون، اگه نه میره تو صف. درسته؟ و فرض میکنه قیمتی که میذاره از این توضیح لوگ نورمال پیروی میکنه. لوگ نورمال هم مدل ساده ای که معمولا برای قیمت به کار میره، یعنی متغیر دستوری که لوگاریتمش متغیر نورمال هست.
و رفرنس پوینت افراد یعنی میانگین اون متغیر لوی نورمال هم قیمت دیروزه، میانگین قیمت دیروزه فرض کنم. توزیع پواسون توزیع پواسون هم پواسون استاندارد دیگه، پواسون با نرخ لاندا این عامل تصادفی هم مستقل از هم، یعنی قیمت ها مستقل از ارایوال هاست، لاندا هم مستقل. پس مدل رو کامل توصیف کردم دیگه، ایجنت ها به چه صورت میان و چه جوری قیمت میذارن. خب ببینید اون کسانی که میرن تو صف قیمتشون رو همه میبینن، اینجا هیدن نداره، ولی اونایی که میان تو بازار و میبینن قیمتشون مچ میشه دیگه قیمت خودشون نمیگن، میرن مارکت اوردر معامله میکنن و میرن بیرون. برای ما قیمتهایی که رفتن تو صف رو میبینیم، ولی قیمت ذهنی که افراد داشتن ولی نگفتن رو نمیبینیم، فقط قیمت معامله رو میبینیم، قیمت هایی که معامله شده رو میبینیم. مثلا شما میری الان میخوای بخرید، مثلا میخوای مثلا قیمت ذهنیت هم مثلا چه میدونم 1000 تومنه، میری میبینی یه نفر مثلا با 800 تومن میفروشه، خب این 1000 تومن رو اعلام نمیکنی دیگه، 800 تومن رو میخری میای بیرون، درنتیجه دیگران اون 800 تومن رو میبینن، قیمت ذهنی رزرو پرایس شما که 1000 بود رو نمیبینن. مشاهده ما وجود یک حباب ذاتی در همه لیویزور بوک ها بود. یه محاسبه ساده استفاده از کمی قضایی ریاضی میده که توی این مدلی که ما توصیف کردیم میانگین قیمت هر روز سعودیه، یعنی میانگین قیمت فردا حتما بیشتر از میانگین قیمت امروز، یعنی که حتی وقتی بازار متقارن باشه، یعنی تعداد خریدار و فروشنده مساوی باشه، چون زیاده ما تو بازار متقارنه دیگه قیمت رو تغییر نکنه، ولی در این صورت هم حتی قیمت یک افزایش طبیعی داره، اول حتی تو بازار متقارن هم به نظر میاد یه حباب میبینید. میتونید بگید چون معامله انجام میشه بازار خوشبینه نسبت به آینده و قیمت میره بالا، یعنی چون معامله انجام شده با اینکه معامله ها تعدادش یکسان بوده ولی چون تعدادی معامله داشتیم بازار خوشبینه و میره بالا. این چیزی که شما میگید در بازار واقعی هست، ولی واقعیت اینه که مدل ما هیچ فاکتور رفتاری و بیهیویرالی توش لحاظ نشده، بنابراین بعید این اتفاق ناشی از این باشه. این اتفاق ناشی از مکانیزم قیمت‌گذاری بازاره، همه بازارها مثلا ما در اون ناشی از اون فرض ما که رفرنس پوینت افراد میانگین قیمت روزهای قبله، که تو خیلی از بازارها این هست، بازار خود ما بازه نوسان قیمت رو هر روز مصبت منفی 5% از میانگین قیمت روز قبله، بنابراین تو بازاره که با میانگین قیمت کار میکنن باید انتظار این اتفاق باشه. قسمت ریاضیش اینه که این برمیگرده به مقرر بودن تا به لوگاریت این تو اسمت رو بگیرم به این برس حالا، ولی در ما مشاهده که برای ما خود ما جالب بود این بود که توی بازار کاملا متقارن که حتی این جنبه هیجانی و رفتاری هم لحاظ نشده حباب وجود داره، یعنی اکسپیکتد پرایس در واقع زیاد میشه. ما مدل ما رو سیمولیت هم کردیم، سیمولیشن هم مختلف انجام دادیم، مثلا اونسی که ببینید الان یکم تمرنگ، البته اینا آلفا اگر یادتون باشه نسبت فروشنده ها به خریدارها بود، این نموداری هم که ما کشیدیم هیستوگرام میانگین قیمت تو 1000 روز مختلف، یعنی 1000 بار سیمولیت کردیم، این 1000 تا رو هیستوگرامش رو رسم کردیم که همونطور که می‌بینید تو آلفاهای مختلف خب از نظر چولگی این توزیع متفاوته. اتفاق جالبی بود که وقتی ما فیت می‌کردیم آلفا نیم خب همونطور که گفتم متقارن نمیشه، این تو بازار متقارن هم ما حباب داریم، ولی آلفا 52/100 عددی بود که بازار متقارن میشه، یعنی اگر یعنی برای اینکه میانگین قیمت وجود زیاد نشه، برای اینکه حباب وجود نشه باشه باید درصد فروشنده ها یه ذره بیشتر 2% بیشتر از خریدار، 52% فروشنده باشن 38% خریدار. اون نموداری که در پایین سمت چپ نمودار فیت شده کاملا متقارن. فروش خرید مجزاست بله. اما یه ما برای ساده سازی یه فرض ساده سازی کردیم که هر کی وارد بازار میشه یه معامله انجام میده،
معامله بزرگ میشه شکست به معامله تکیبی اینجا در حقیقت فرض بر اینه که هیچ کارمزدی هم پرداخت نمیشه. آره ما ترانزکشن فی هم برسا خیلی فرض ساده سازی زیاد داشتیم. آره این کارمزد پرداخت بشه اما این حرفاتون خیلی بود. بله اگه کارمزد پرداخت بشه آره همینطور ترانزکشن فی وارد کردن به مدل داستان تعریف یه مشاهده دیگه اینه که توی یک روز اگر به این بازار نگاه بکنیم آخر روز چه افرادی در بازار تو صف موندن؟ یه سری از افراد قیمتی میزنن که هیچ وقت معامله با اون انجام نمیشه دیگه. اینا نمودار برای آلفاهای مختلف از افرادی که توی صف موندن. اما مثلا توی آلفا مساوی نیم ببینید دو تیک هم افرادی که توی صف موندن. خیلی هم این طبیعیه. سمت راست فروشنده هایی هم که قیمت بالا دادن، سمت چپ خریدارای قیمت پایین دادن. توی آلفاهای نامتقارن مثلا آلفای دهم ببینید یه تیک هست. اینجا فروشنده ها خیلی کم هستند، خریدار ها زیاد هستند، اینکه موندن هم خریدار هستند. یا مثلا توی آلفا هفته هم اینه که موندن هم فروشنده هستند، فروشنده ها بیشتر از خریدار. خب، حالا سوال اینه که این مدل یه سری پارامتر داره. همیشه وقتی ما این مدل رو رن می‌کنیم، بعد با دیتا واقعی باید فیت کنیم مدلمون دیگه. یعنی پارامتر مدل رو تخمین بزنیم از روی دیتا واقعی. پارامتر مدل ما آلفا بود نسبت خریدار و فروشنده ها، لامدا بود نرخ ورود خریدارها و سیگما که واریانس اون قیمت ذهنی روز نرمال. این سه تا پارامتر رو ما با استفاده از متد آگمنت روش گشتاوری که خب توی اقتصاد روش پرکاربردی هست تخمین زدیم. اینا فرمولای تخمینی که بر حسب چه دیتای تخمین زدیم، دیتایی که ما داریم قیمت میانگین قیمت سهام در مثلا تی روز مختلفه و تعداد معاملات انجام شده تو هر روز، یعنی حتی موقع ریز دیتا هم نگاه نکردیم، فقط بر حسب دیتا میانگین. این سه تا تخمینگر رو در واقع ارائه کردیم با متد آگمنت که بعد تو خود سیمولیشن، یعنی در وقتی که دیتامون واقعا از سیمولیشن میاد مقایسه کردیم تخمینگر رو با مقادیر واقعی و خوب فیت میشد. یه مشاهده جالب دیگه هم داشتیم. یه اصطلاحی حالا این تحلیلگران تکنیکال دارن سطح مقاومتی و سطح حمایتی. اینا معناش یه سطوحیه که قیمت از اون بالاتر نمیره سطح مقاومتی بکنم، سطح حمایتی هم یعنی که قیمت از اون پایین‌تر نمیره. خیلی جالب بود که تو مدل ما این دو تا سطح مشاهده میشه. یعنی این نموداری که الان من کشیدم توضیح بدم چیه، اون نمود قسمت نارنجی بهترین قیمت فروش تو زمان‌های مختلفه، اون آبی بهترین قیمت خرید تو زمان‌های مختلفه. این فاصله بین اینا اسپرد خرید و فروش دیگه، همیشه بهترین قیمت فروش بیشتر از بهترین قیمت خرید دیگه. و همونطور که مشاهده می‌کنید اون خط زرد و اون خط خاکستری اینا سطوح حمایتی و مقاومتی هستند، قیمت هیچ وقت از اینا بالاتر و پایین‌تر نمیاد. با اینکه از نظر تئوریتیکال میتونه بالاتر پایین‌تر بره چون قیمتای ما لوگ نرماله، متغیر لوگ نرمال هر عددی بین 0 تا بی‌نهایت میتونه بشه، ولی همونطور که می‌بینی یه چیزی از اوردر امپراست. اینا لوگاریتم قیمته، لوگاریتم از منفی بی‌نهایت تا بی‌نهایت میتونه باشه، در حالی که یه چیزی از اوردر منفی مثلا 9/10 تا 8/10 تو این رنج قیمت داره فقط تغییر میکنه. و حالا سوال این بود که این سطوح حمایت مقاومتی بر اساس پارامترهای مدل ما چجوری میشه به دست آورد. اینا رو که در واقع با سیمولیشن ما اون روابط بین اینا رو به دست آوردیم و نمودارش رو رسم کردیم. حالا برسیم به هدف اصلیمون. تا اینجا مدل ما هیچ مارکت مانیپولیشن درش نبوده، یه بازاری که یه سری به اصطلاح نویز تریدر، یه سری آدمایی که رندوم میان معامله میکنن فقط وجود داشته. اما اصلا این مارکت مانیپولیتور رو میان تو بازار، مارکت مانیپولیتور رو ما این دو مدل کردیم. شخصی که میاد تو بازار هر قیمتی هست معامله میکنه میره، مثلا میخواد قیمت رو ببره بالا یا تو بازار یه سفارش خرید میذاره قیمت هر چی که هست دیگه، قیمت ذهنی نداره. برای مارکت مانیپولیتورها فرض کنیم افرادی هستند که با یه ریت جدیدی، ریت بتا لاندا وارد بازار میشن و سفارش خرید لحظه‌ای میذارن و معامله میکنن و میرن. نرخشون وقتی میگیم بتا لاندره یعنی نسبت به اونا، اونا آلفا بودن اینا بتا هم دیگه نسبت به اونا در اول بتا.
میشه حالا تصور کرد این یک نفر که داره بازی سفارش داره یه جماعتی هم دیگه فرق نمیکنه بوده دار و کار اصلیمون آشکارسازی در واقع مارکت منیپولیشن. ما میخوایم از روی دیتا واقعی تشخیص بدیم که توی این سهام دستکاری قیمت داره انجام میشه یا نه. ما اینو به شکل یک مسئله آزمون فرض مدل کردیم، گفتیم ما یه آزمون فرض تشکیل میدیم، فرض صفرمون اینه که نه هیچ مارکت منیپولیشن نیست. بعد از روی دیتا آماره مناسبی میسازیم، از آزمون فرض استفاده میکنیم، این فرض رو بررسی میکنیم باید تایید یا رد بشه. و چیزی که کمک کرد ما توی کامل کردن آزمون فرض این مشاهده بود که حضور مارکت منیپولیتور به طرز معناداری اسپرد بین سطح مقاومت و سطح حمایتی رو تغییر میده. بنابراین ما میتونیم با یه آزمون فرض و تشخیص اینکه این تفاوت معنادار هست یا نه فرض رو ریجکت کنیم یا بپذیریم. و این حالا آخرین کار بوده که انجام دادیم، حالا با کمک اجاره داریم می نویسیم یه این هم در واقع کامل نوشته نشده و خیلی کارهای بیشتری در ادامه میشه انجام داد. این مدل ما خیلی مدل ساده شده بود و از دوستان پیشنهاد کردم مثلا ترانزکشن فی رو لحاظ بکنیم. اگر فرض کنیم واقعا اینا نویز تریدر نیستن، جنبه های رفتاری رو بیاریم تو مدل، فرض کنیم این تریدر ها هر کدوم با توجه به ثابت قیمت تصمیم میگیرن، اینا مدل های ایجنت بیس اینا خیلی کار شده، در تو بیگ اوردر بوک کمتر ولی به حال کار شده. مدل رفتاری هم در واقع وارد کردن، خیلی در واقع جالب خواهد شد ما بتونیم پدیده‌هایی که واقعا توی مثلا بازار سهام مشاهده میشه رو تو مدل مشاهده بکنیم. مدل خیلی جای کار داره هنوز و من در واقع تشویق می‌کنم دوستان رو این به سمت این مدل های ایجنت بیس بیاد. خیلی مدل های ایجنت بیس داغ شده بازارشون، به اصطلاح مدل های هتروژینس ایجنت بیس مدل های، یعنی مدل های با ایجنت های ناهمگن. مدل ما هموجینس ایجنت هم همشون یه جور هم هتروژینس، یعنی شما فرض کنید تعدادی کلاس مختلف وجود داره توی ایجنت های شما، هر کدوم طبق یه قواعد رفتار کنند این بازار رو بیم تحلیل بکنید. این مدل ها خیلی مدل هایی که الان دروسه و کار میشه. و دیگه تمام دست خب اگه سوال بودی نفرد سوال ها شو توی بخص کوبا گفتیم که ارزش بازار از اون فاندامنتال والیو بوری رو بیشتر رو شکم کرد. خب توی یک کوبا به گسترده فرض کنیم یه کوبا توی بازار رو مسکن داره که بعد گسترش بدان کنه برای یه سکتورهای بازار رو برمیده، اونجا اون فاندامنتال در دوره ما تحت تاثیر بابا بالا و پایین نمیشه. آره من اینو آمدانه اون مفهوم فاندامنتال وریو فقط برای حبابای اسید اسپسیفی گفتم چون که در مورد حبابای گسترده پیچیده تر میشه. این نکته. نکته دیگه این که گفتم فاندامنتال وریو مفهوم انتزاعیه، وجود خارجی نداره. به یه معنایی بالا رفتن قیمت سهام هم تشکلاییه که در آینده به شما سود داره در واقع میده. چجوری بیان جدا بکنیم اینو؟ اصلا وقتی حباب ایجاد بشه ممکنه دیویدندای شرکت هم بالا بره، قیمت بالا میره، ممکنه اقبال بهش زیاد بشه، بتونه سرمایه جذب بکنه. در نتیجه مرز مشخصی نداره ولیو فاندامنتال و ولیو غیر فاندامنتال. که در واقع به درد میخوره این مفهوم فاندامنتال ولیو وقتی شما بخواید مدل سازی بکنید. وقتی میخواید مدل سازی بکنید شما دستتون بازه، بگید فاندامنتال ولیو رو من اینجوری تعریف میکنم و بعد میاد اینو با مارکت پرایس، یعنی شما یه مدل برای ارزش بنیادی میبینی یه مدل برای مارکت پرایس میبینی بعد میاد اینا رو با هم مقایسه میکنید. و همین عمدتا ابزار فاندامنتال ولیو تو مدل ریاضی برای قیمت دارایی ها به کار. خب ولی حباب یه چیزی که اتفاق میفته بله، در حالی که ما تعریفمون یه چیزی که میگیم که یه مقداری گرینا داره و نمیتونیم دستش بگیریم. در واقع اون هنر شخص همینه، تشخیص اینکه کدوم این جنبه ها فاندامنتال کدوم ها حباب، یعنی چیزی که دو شرایط بحران اقتصادی که سری ها موفق میشن تشخیص همینه که کدوم اینا واقعا فاندامنتال.
شما اومدید گفتید که تکنیکال کار داریم، فاندامنتال کار داریم. الان من خواستم اول پیشنهاد بدم که شما بیاین رفتار بازار سهام رو مدل کنید، یعنی 10 سال دیتای بازار سهام رو بگیرید و مدل کنید، بعد ازش استفاده کنید جهت مثلا مدلتون که رفتارها رو از 10 سال پیش دارید یا از 10 سال پیش دست میگه. بعد من دیدم خب این همون کاریه که دارن تکنیکال کارا توی قیمت‌های قبلی سهم می‌کنن. می‌خوام ببینم تفاوت مدل‌ها از این خیلی واضح بشه و تفاوت کار کسایی که دارن تکنیکال کار دارن می‌کنن چیه. ببین خود تکنیکال آنالیسیس موضوع خیلی گسترده‌ایه. در چند یه نوع آنالیز دیگه غیر از تکنیکال فاندامنتال من دوست دارم معرفی کنم که کمتر مطرح میشه. من به طور کلی کوانتیتیتیو آنالیسیس ده. آدمایی که بهش میگن کوانت حتما به وجودشون خورده، اینا تو بازارهای مالی آدمایی هستند که به اصطلاح تحلیلگر کمی هستند. به یه معنی کوانتیتیتیو آنالیسیس شامل تکنیکال آنالیسیس هم هست. منتها میشه اینجوری مرزشون رو مشخص کرد. کوانتیتیتیو آنالیست ها مدل بیس به کارشون، یعنی مدل برای بازار میدن با استفاده از اون مدل پیش میرن. تکنیکال آنالیسیس ها مدل فری هستند. هیچ مدلی فرضی کار ما مدل بیسه، ما این مدل برای بازار داریم. ولی تکنیکال آنالیسیس این کار نمیکنه. میاد میگه من اصلا نمیدونم مردم چجوری رفتار میکنن، من نمودارها رو نگاه میکنم، من دارم مشاهده میکنم که مثلا هر وقت قیمت چه من 4 روز متوالی میره بالا بعدش اینجوری میشه، اگه 4 روز بره بالا بعد پایین اینجوری میشه. هیچ مدلی هیچ پیش فرض در واقع روی بازیگران بازار نمیذارن. من تفاوتی متوجه شدم بین این دو نوع تحلیل از این نظره، یعنی که مدل فرض بکنیم یا مدل فرض نکنیم. وقتی شما مدل فرض میکنید با یه ریسک مواجهید، بهش میگن مدل ریسک. چه تضمینی داره که بازیگران بازار از مدل شما پیروی بکنن؟ از این نظر روش های مدل فری جلوتر ندارن، بهتر هست. ولی خب وقتی شما مدل نداری خیلی ابزارهای کمی هست.